در مورد آرزوها، یک آرزو باید فقط یک نظر، حالا اینو در بعدها باش صحبت داریم، یک نظر، فقط یک نظر. اگر بیشتر بهش بپردازیم میشه قانون ماروپونه. خب اگر یک نظر بیشتر صرف یک آرزو، آرزو اون چیزیست که الان نمیتونیم بهش تحقق ببخشیم. اگر میتونستیم تحقق ببخشیم که دیگه نمیشد آرزو. که خب یک خونه میخوایم بخریم، پولش تو جیبمون باشه میریم میگیم ما این خونه رو میخوایم، ولی وقتی پولش نیست میگیم که آرزو داشتیم که این خونه رو ما میخریدیم. در اون صورت خب یک نظر بیشتر اگر بندازیم قانون ما رو پونه شروع میشه. حالا درست برعکس این تفکراتی که این روز اومده که یالا اون آرزوه رو بچسبید و بهش بپردازید و شاخ و برگش بدید و فلان بیسار. خب طراحی که میکنیم، مگه آرزو طراحی میکنیم؟ نه، شما طراحی میکنید، اون نمیشه آرزو. یه خونه ای که وجود نداره شما طراحی میکنید، خب این طراحیه. آرزو یعنی داشتن یه چیزی، یعنی رفتن به یه چیزی رسیدن. با طراحی خیلی فرق میکنه. خب بله ببینید، نه بهش طراحی بکنیم بهش برسیم میشه برنامه ریزی. که خب با چه طرح و برنامه اون خونه رو میخوایم چیز کنیم؟ اگر طرح و برنامه داره اینم درسته، اما اگر نه، دست نیافتنی است، طرح و برنامه نداره، اونم که اونجوریه، این میشه آرزو. آرزو تعریف داره. مثلا شما فرض کنید که میخواید یه خونه بخرید، میاد حساب میکنید که ظرف یک سال آینده با چه برنامه ریزی میتونید این خونه رو بخرید. این برنامه ریزیه، باید باشه. خب همون خونه رو خودتون میخواید بسازید، باید طراحیش بکنید، اینم درسته. بنابراین آرزو یعنی چیزی که کم و کیفش معلوم نیست، نفرش معلوم نیست، چیزش معلوم نیست. مثل مثلا فرض کنید یک کسی آرزو داره ازدواج کنه، ولی نه نفرش معلومه نه هیچیش معلوم نیست.